ادامه پنهانکاری مجرمانه خامنه ای درباره کرونا. خلیفه جنایتکار ارتجا: این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگتر از آن نیز وجود داشته است. این حادثه گذراست و فوق‌العاده نیست. خیلی بزرگ نکنیم. دروغ وقاحت‌بار و وارونگویی خامنه ای. مسئولان از روز اول با شفافیت خبر رسانی کردند، اما برخی کشورهای دیگر پنهانکاری می کنند. خامنه ای نیروهای مسلح تحت امر و دفترش را برای کنترل اوضاع موظف به دخالت کرد. ولی فقیه ارتجا پس از فرمان جنایتکارانه انکار شیوع کرونا در ایران به خاطر نیاز به برپایی راهپیمایی حکومتی 22 بهمن و برگزاری نمایش انتخاباتی مجلس ارتجا و حکم ضد انسانی قسل جانباختگان کرونا روز سه‌شنبه با شرکت در نمایش درختکاری گفت: این بلا آنچنان بزرگ و فوق‌العاده نیست و مسئله گذراست. خیلی بزرگ نکنیم. ولی فقیه ارتجا در یک غلط کردمگویی ضمنی نسبت به فتوای خودش مبنی بر وجوب غسل و کفن کردن فوت شدگان بر اثر کرونا گفت: هرچه به شیوع آن کمک کند سیئه است. امروز میخوام راجع به مسئله جاری کشور، یعنی مسئله بیماری شایعی که در کشور هست، چند جمله عرض بکنم. دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن اینها رو باید عمل کرد. یقیناً هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسنه است. نقطه مقابل، هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است. خدای متعال ما رو موظف کرده که نسبت به سلامت خودمون و سلامت دیگران، سلامت مردم، ما احساس مسئولیت کنیم. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست. از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن، که خب کار خوبی هم بود. یه جاهایی هم نمیگن، اما میدونیم، اطلاع داریم که در یه جاهایی خیلی شدیدتر و همه‌گیرتر از کشور ما وجود داره. و مطلب آخر هم این است که مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده، یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، این برای کشور وجود خواهد داشت. بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردا رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت.